آقای غاریزو، خیلی از دوستانی که شما بعضی هاشون رو میشناسید به هر حال جز نام های سرشناس حوزه رسانه افغانستان هستند، به روایت شما تردید کردن. من نمیخوام این کار رو بکنم چون نظر اونها بوده. مطلب یکیشون رو میخونم که عمدتا در همین محور هست. نوشته غاریزو محمدی به تجارت آمده بود ایران، با شریک تجاری خودش که ایرانی است مشکل تصفیه نشده داشته، شریکش شکایت میکنه، پلیس طبق معمول و طبق قانون مانع پروازش میشه. قاری عیسی به برادران طالب خودش در کنسولگری تماس میگیره، برادران طالبش با نامه سرکنسول طالبان به بردن او در فرودگاه میان. قاری عیسی وقتی در فرودگاه به مشکل میخوره، موضوع رو سیاسی میکنه، دوست و دشمن رو تماس میگیره، رسانه ها رو میشورانه، در نهایت همزمان با آمدن وسایط دیپلماتیک کنسولی طالب مقاومت ها نیز میرسن، او رو هشدار میدن با طالب نرو، ممکنه تو رو به کابل ببرن. آقای قاری عیسی که بین دلواهی مونده بین برادرای طالب و مقاومتی ها گیر میکنه، مامای احمد مسیح که دنبالش رفته بود سر و صدا را میندازه و طالب متفرق میشه و قاری عیسی با ایشون میره. سپس مشکل حقوقی قاری عیسی با شریک ایرانی حل میشه، پرواز میکنه، به خونه میره. حالا ببینید که چه مقدار تفاوت است میان این اتفاقاتی که نقل شده و در نهایت هم نوشته خدا گر پرده بردارد روی کار آدم ها. من میدونم استاد که این پاسخش چیه، اما دو سه تا نکته است. من اینا رو بگم شما همه رو یک جا پاسخ بدید. یه دوست دیگری هم مطلب برای من فرستادن، ایشون هم نوشته که فریق قاری عیسی رو نخواهید، وی در سفر ایران برنامه داشت مخفیانه به همکاری دوستان طالبش در کنسولگری مشهد به کابل از راه قاچاقی برود، در پاسپورت تابعه افغانستان درج نشود، ولی افراد مقاومت او رو با طالبان دیدن، افشا شد و او سراسیمه شد و اینو به تاخیر انداخت. یه دوستی هم که در میدان شما رو دیده بود میگه ما وقتی خواهش کردیم از قاری عیسی که بیاید و همراه ما برید، ایشان گفت نگران نباشید، اینها هم از دوستانم خودی هستند و میگه خیلی پریشان نبود قاری عیسی. اینکه چرا شما اصلا با اینا راهی شدین، چرا از وقتی از پلیس اومدین بیرون نمیتونستید با اینا نیاید؟ اونجا صدها نفر آدم بود توی اون سالن، یک کلمه صدا بلند میکردید آقا من نمیام، میشستیدم اونجا، کسی نمیتونست به زور شما رو ببره تو محیط. من هم مشهدی هم اون سالن دیدم. حالا بفرمایید این ایرادات رو یه توضیح بدید. ما در پشتو یک ضرب المثل داریم، میگه پک می دیر لیدلی و خود نمغزه و تلی، میگه کل از یاد دیدیم مگم کلی رو ندیدیم که مغزش بیروش شده باشه. و یعنی دروگو را زیاد دیدیم مگم اتو دروگو های بی حیات که یک ضرب المثل است که میگه اضافه تکل حیا ففعل ما شئتا. وقتی که حیات رفت میگه چیزی که میکنی بکن، حیات که رفت چیزی که حالا اینا ببینین، ما در اونجا تمامی شواهد داریم، ما که به دادگاه محکمه میریم شواهد ما پیش میکنیم. در اونجا ما یک از فرودگاه بیرو آمدیم، در اونجا جوانای خود ما که تماس گرفتم، بله ما رسیدیم در دروازه فرودگاه هستیم، بعد از اون ما بیرو شدیم و نمیخواستیم که با طالبان از اورای دیگری اگر اینا مثلا پلانشون دارن ما رو ببرن از اورا ما بریم. ما به خاطر جوانای خود ما آمدیم و در اونجا ازدحام مردم عام بود که حداقل ما میتونستیم صدای خود رو ما در اونجا بالا بکنیم. در ایران در ایران تا هنوز با هیچ کس ما نه شراکت کردیم، نه داد و بگیر کردیم، نه ایمپورت کردیم، نه اکسپورت کردیم. فقط معلومات ما را مکمل گرفتیم که از اینا چه رقم معلومات میشه و تمامش به شما شواهد است. جناب جعفریان، شما میفهمین آقای جعفریان که اگر ما با کسی مثلا ملاقات میریم و در یک شرکت ای آیفون با شما موقعیت میگه که در فلانه وقت فلانه ساعت فلانه دقیقه دینمی موقعیت لوکیشن کلش هست، هر روز ما معلوم است که ما کجا کجا رفتیم و کجا کجا ملاقات کردیم. ما اولین ملاقات ما در وزارت خارجه ایران در دفتر آقای قومی با آقای قصاب بوده و ما بالای بزنس تجارت امپورت اکسپورت ما در اونجا صحبت کردیم. تا بال با هیچ ایرانی من کدام معامله ندارم، باز اگر با ایرانی من داشته باشم طالب در اینجا چی؟ موضوع حقوقی است، طالب چی حق دارد اینجا مداخله بکنن؟ قانون حق اونا میشه؟ نه اصلا یک جمله گفتید آقای قاری عیسی، به نظرم جواب قاطع همینه. آقا ایشان که میگه من میخوام شکایت بکنم، این تا وقتی مدارکشون نبره اونجا اثبات نشه که واقعا داشته اختطاف میشده، که لابد دست بقول مشهدی ها چپش پره،
حتما اونقدر سند داره که میخواد بره دادگاه. ویدیو تمام دنیا را گرفتن. ویدیو اگر با یک کسی ما دعوای حقوقی می داشتم با یک شریک یا پارتنر، طالب چرا به گریوان ما دست میندازه ما را به زور کنسولگری میبره؟ نه اونها میگن شما آگاه بودین، اونها میگن شما با این دوستان این جماعتی که اومده به فرودگاه همراه چند نفر هستن که خود را گم کردن و وقتی که اونا صدا از فدرالی میزنن، ما در فدرالی از او اگر یک چکش در کلی طالب میزنیم، یک چکش در کلی فدرالی میزنیم. فهمیدی؟ ما کلی اونا را خراب کردیم، از او خاطر زورشان میتر که نبیادر. ما فعلا در افغانستان فدرال مدرالی گپا نیست. ما فقط در برابر طالب متفق میشیم، متحد میشیم، طالب را میزنیم. بعد از اینکه چه رقم نظام باشه او وقتی بعدن است ما خواب اونا را پراندیم، اونا زحمت میکشن ما میایم 5 دقیقه یک اظهار نظر میتیم، تمام همه چیز اونا را قطع آب چی میکنیم. اونا فقط کسایی هستن که فی قلوبهم مرض، در قلبشان مرض است. این که این دوست ما آقای قارینسا گفتم که بیا، در واقع ایشان گفت که خودتون ناراحت نکنید، اینها خود از خودمون هستن. اونجا کانفیوز بودین شما همچین چیزی گفتین یا اصلا نگفتین؟ چیه ماجر؟ میرم من رفتم این سوالتون رو باشین. میگم یکی از دوستانی که در صحنه بوده، البته باز یکی دیگه از دوستان از قول یکی از دوستانی که در صحنه بوده اینو نگفت. یکی بود شما اون صدا کردین که اصلا شما این از خود هستن. کی از خود هستن؟ صداشون سن زد. اینی شما گفتم شما گفتین که شما ناراحتی نبود. شما ناراحتی نگون از خود هستن. نه در اونجا بچه‌های خود ما بود، بچه‌های مقاومت خود ما بود. بچه‌های در اونجا ما بود. من نمیشه نامی از اون جوانای رو بگیرم و اونا هم فامیلایشان در افغانستان. من نگون طالب از خود ما بوده. طالب دشمن ماست. طالب دشمن افغانستان است. طالب دشمن ملت افغانستان است. طالب دومش جنایتکار است. ما در داخل فرودگاه، در داخل ترمینال، در دفتر غالبا شاید رئیس بودن. بله فیلم های شما به طلبه کردیم. بله ببینین آقای جعفریان، اگر اینا بخواین واقعا اگر با ما مسئولین فرودگاه کمک بکنن، دقیقه دقیقه ثانیه ثانیه در اوجه ویدوهای ما ریکارد شده، ثبت شده، شده یا نشده. مقام یک فرودگاه بین المللی نیست، مقام یک فرودگاه مجهز نیست. ما در داخل دفتر پلیس با آقای پلیس رو آوردم، براش گفتم که این طالب دشمنم هست، چگونه میشه ما با اینا برم؟ حتماً کامرا است. بله حتماً کامرا است. از کردم بهترین استدلال همین. شاید اگر ما یک ماه بعد اقدام میکنیم شاید او باز سرش دیگه بیاید. امیالی تابان دو سه روز تیر شده، امیالی اونا رتب بکنن از امو ساعتی که از امو ساعتی و خیلی زیاد وقت هم نیست. شاید امو جربه هست ما 2-3 ساعت الا 4 ساعت باشد. امو تاریخی که روز 22 بهمن بود، سواش 23 بهمن، از ساعت 8 صبح تا 12 بجه در امو ترمینال ارایوال، در ترمینال ارایوال اون امو ویدو را اون امو صدا را کلش بگیرن بکشن، معلوم میشه که اصل حقیقت چی بود. ما خودم میایم. اگر حقیقت چیزی بود که ما با طالب گفت چونین جمله استفاده کرده باشم، اون امو جا در ایران ما خور خودم میبخشم ما را ادام بکنم. میایم ببینم تمام دنیا میبینم، من میایم. مهمترین استدلال همینه که ایشان قرار به شکایت داره، کسی میره شکایت میکنه که اسنادش قطعی باشه. به هر حال ایشان میاد سنداش هم میده. به نظر منم، من معتقدم اگر اینها اخراج نشدن در 10 روز آینده یا هفته آینده، حالا اخبار رو دنبال کن، اگر اینها اخراج نشن که دیگه باید یک دیپلمات چیکار بکنه توی کشوری که او اخراج شد. اگر اینا نشن اون موقع خب ایشان میتونه وکیل بگیره، شکایت بکنه و در دادگاه تمام اینها باید بدل بشه. به نظرم این بحث به اندازه کفایت شد.